شخصی که حس ارزشمندیش بالاه، بدنش رو دوست داره، جسمش رو دوست داره، ممکنه که متوجه بشه اضافه وزن داره، ولی به خاطر اضافه وزن خودش رو سرزنش نمیکنه. میگه این واقعیت موجود منه. اول با این رابطه میگیره تا بعد بتونه بر این اثر بذاره. ما با چیزی که میجنگیم نمیتونیم مالکش بشیم و روش تأثیر بذاریم. چیزی رو که با احترام میبینیم قدرت اثرگذاری داریم. با دقت میریم سراغ تعریف و تفاوت عزت نفس با اعتماد به نفس. عزت نفس احساس ارزشمندی منه، گرچه در شرایط سخت قرار دارم و خیلی ناراحتم ولی خودم رو دوست دارم. اعتماد به نفس یعنی احساس توانایی انجام کار، یعنی احساس میکنم میتونم یه کاری کنم. اگه نتونم مسئله رو حل کنم، موضوع عوض نشه، میتونم از پسش بر بیام و باش کنار بیام. اینکه چقدر احساس میکنید اگه بخواید میتونید، این احساس اینکه من میتونم قبل از کسب توانایی خیلی مهمه. میگن قبل از اینکه شما برید ثبت نام کنید کلاس کنکور برای اینکه دانشگاه قبول شید، باید رو احساس تواناییتون برای قبول شدن کار کنید و بگید من میتونم یاد بگیرم و میتونم قبول بشم، من میتونم برم دانشگاه. احساس توانایی از گفتگوی ذهنی شما درباره خودتون شکل میگیره، حتی اگر به دروغ به خودتون بگید من میتونم. افرادی که احساس ارزشمندیشون پایینه، یکی از ویژگی‌های عمده‌شون و مهمشون اینه که غالبا افکار منفی دارن درباره هر کس و هر چیز. یعنی اگه با کسی روبرو بشن، ذهنشون در جستجوی پیدا کردن اشکال تو اون آدم است. وقتی توی موقعیت قرار میگیرن، توجهشون به منفی هست. وقتی رستوران میرن، میگردن ببینن اشکال چی پیدا میکنن که راجع به اون اشکالات حرف بزنن. چقدر این رستوران سر و صدا زیاده، گارسوناش هم که لباسشون هماهنگ نیست، و این فرد میگرده اشکال ببینه. چرا این کارو میکنه؟ چون این فرد در درونش احساس ضعف و اشکال زیاد داره و نمیخواد در این وضعیت تنها باشه. افرادی که حس ارزشمندیشون پایینه، در زمانهایی که هدف گذاری میکنن و باید برنامه ریزی کنن تا به هدفاشون برسن، خیلی زود تسلیم مشکلات میشن، جا میزنن و بعد پشت کارشون رو از دست میدن. یعنی گفتگوی درونیشون اینه که نمیشه، من نمیتونم، اصلا من کجا، این هدف کجا. شما چقدر غر میزنید، گله و شکایت میکنید؟ چقدر هوشیارید نسبت به این که با غر زدن که نمیشه چیزی رو تغییر داد، چرا دارم این رفتار رو انجام میدم؟ اگر این گفتگو باشه، یعنی بالغتون حاکمه بر رفتارتون. با غر زدن که نمیشه چیزی رو تغییر داد. یکی دیگه از ویژگی های افراد با عزت نفس پایین، ترساشونه. اینها ترس های زیادی دارن. ترس از تنهایی، ترس از طرد شدن، ترس از دست دادن، نکنه آدمای مهممو از دست بدم، اگه تنها بمونم، اگه مریض بشم، بیمار بشم، اگه بمیرم، اگه پیر بشم، ناتوان بشم، اگه برم توی این مهمونی کسی منو تحویل نگیره، اگه کسی بیاد به من بگه این چیه پوشیدی. ترسای زیادی دارم، استراپای زیادی دارن، و این به خاطر اینه که انقدر با خودشون رابطه ندارن تا بخوان پیشا پیش با واقعیت‌های احتمالی زندگی روبرو بشن. و ما می‌خوایم این نقطه ضعف رو، این اشکال بزرگ رو در خودمون کاهش بدیم. یکی از هدف‌های من اینه که بتونیم با ترسامون روبرو بشیم و با حفظ تعادل و پذیرش. یکی دیگه از نکاتی که لازمه در قالب تمرین بهتون بگم اینه که هوشیار باشید در طی روز با چه لحنی با خودتون حرف میزنید. لحن کلامتون چطوره؟ سرزنش‌آمیز حرف میزنید یا با مهربانی حرف میزنید؟ یعنی فکر کردن نوع گفتگوی درونیه، گفتگوی من با خودم. و نکته جالبش اینه، شما وقتی با خودتون دارید حرف میزنید،
حتی زمانی که با یکی دیگه دارید حرف میزنید، مخاطبتون یه نفر دیگه است، ولی شما گوینده هستید، اولین مخاطب شما که تحت تأثیر پیامتون قرار میگیره خودتونید، چون شما صدای خودتون رو میشنوید، مگه نه؟ پس جمله هایی که حتی به دیگران میگید داره وجود خودتون رو هم تغذیه میکنه. ما بیشتر اوقات در طی روز در حال فکر کردنیم. مشکلمون اینه که نمیدونیم که داریم فکر میکنیم، خبر نداریم. ما خبر نداریم داریم راجع به چی فکر میکنیم و به چه شیوهی فکر میکنیم. ممکنه کسی بگه من دارم راجع به خودم فکر میکنم. من میپرسم چه چیزی از خودت؟ میگه خب راجع به جسمم. راجع به جسمت؟ راجع به وزنت؟ راجع به هیکلت؟ سرزنش آمیز فکر میکنی یا با احترام و پذیرش؟ چه جملاتی دقیقا به خودت میگی؟ تا حالا شاهد دعوای دو نفر تو خیابون بودید؟ دو نفر با هم دعوا میکنن؟ دیدید اصلا شما هر دوتاشون غریبه هم نمیشناسید، ولی دیدید وقتی نگاهشون میکنید تحت تاثیر اونا حالتون جورایی بد میشه؟ بله، تو هوش هیجانی میگیم احساسات مصریان. احساس سرایت پیدا میکنه. وقتی فریادی زده میشه فقط اون فردی که مخاطبه شنونده نیست، منی هم که ناخودآگاه میشنوم، وجودم به خودم میگیره، انگار به خودم گفته. وقتی او رو تهدید میکنه انگار من رو هم تهدید کرده، چون ضمیر ناخودآگاه ما مثل اسفنج پیام‌های محیط رو میگیره و تصور میکنه اون پیام مال خودشه. پس شما وقتی جمله‌ای رو به کسی میگید دارید به خودتون هم میگید، به کودک خودتون هم میگید. مثل اینکه دو تا بچه دارن دعوا میکنن، یه نفر یکی رو میزنه، شما میرید اینو دعوا میکنید، اما اونی هم که داره میشنوه دوستشو دارن دعوا میکنن، انگار داره میترسه، حالش بد میشه. حالا پدر خودشه ها. اینا خیلی نکات مهمیه. یعنی اینکه پیام هایی که ما به هر شکلی میشنویم، چه خودمون به خودمون میگیم، چه یه نفر به یه نفر دیگه میگه، داره وجود ما رو تغذیه میکنه و تحت تاثیر قرار میده. حالا ناراحت میکنه یا خوشحال میکنه، قدرت میده یا ایجاد ضعف میکنه.